وکالت نمادینی که همه ما داریم به شاهزاده رضا پهلوی عزیز میدهیم فقط یک دلیل خاص داره که به کسی که صد سال گذشته تنها ای که صد سال گذشته در مملکت ما خدمتی کردند یک عذرخواهیه یک عذرخواهیه به اسم وکالت وکالت نمادین در اصل یک عذرخواهیه که آقا 43 سال پیش با چه شکلی این خانواده رو ملت ایران ماها رنجوندیم این وکالت نمادین در اصل اینه که رو حرف ما حساب بکنید مرسی شاهزاده عزیز که پا پیش گذاشتید و مرسی که اومدید جلو و دوباره دارید به این ملت اعتماد میکنید به من ایرانی اعتماد میکنید که وقت و زندگی و خانواده خودتون رو در آسیب پذیری قرار بدهید و وارد همچین موضوع نمادینی بشید من خجالت میکشم بعضی این خبرهای منفی رو روی سوشال میدیا حالا سایبریا هستن یا هر کسی هست یا هر کسی که یه نیت دیگه ای ممکنه داشته باشه این وکالت نمادین باعث خوشحالی منه و تشکر میکنم از شاهزاده رضا پهلوی که زحمت دارن میکشن و پا پیش گذاشتن اگر شما کس دیگه ای رو هم میهنان عزیز من رفقای من نازنینان اگر شما چویس دیگه ای دارید خواهش میکنم معرفی کنید تمنا میکنم مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای بر شما همراهان کانال خبری کیوز که درود می فرستیم. در 129 مین روز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در خدمت شما هستیم. عناوین مهم امروز کودتای جدید در یک پادگان نیروی زمینی ارتش با پیوستن یکی از درجه داران به انقلاب و کنترل اوزا از دست رئیسی خارج شده هشدار یک نماینده مجلس. قبل از مشروع خبرها توجه شما رو به اتفاقات انقلابی در 24 ساعت گذشته جلب می کنیم. دیشب اتفاقات بسیار امیدبخشی در سطح داخلی و خارجی به وقوع پیوست در چند شهر کردنشین اعتراضات سنگین شبانه شکل گرفت در دو شهر بوکان و سقز مردم دوباره به خیابان آمده و در محله های مختلف با نیروهای سپاه درگیر شدند گزارش ها حاکی از درگیری مسلحانه بین مردم و سپاه در شهر سقز بوده شهروند سقزی پیامی فرستاده با این مضمون دیروز یک شنبه از حدود ساعت 8 صبح تا 9 شب اینترنت کامل قطع بوده و حدود یک ساعت صدای تیراندازی می آمد. هم به صورت تک تیرانداز و هم رگبار معترضان در چندین شهر کشور از جمله در تهران و کرج شعارهای شبانه سرداده و فریاد اعتراض به جمهوری اسلامی از بام خانهها ها و پشت پنجره ها تنین انداز شد اوضاع اقتصادی رژیم نشان می دهد که دولت در حال فروپاشی کامل است هیچ نهادی نسبت به تورم بی سابقه پاسخگو نیست مقامات رژیم با وجود رجسخانی برای اروپا از گذاشتن سپاه در در لیست گروه های تروریستی بسیار نگران شدهاند و به صورت غیر رسمی چندین بار به اروپا و آمریکا پیام دادهاند. جیسون براتسکی مدیر سیاست گذاری شورای اروپا دیشب در توییتی نوشت مقام های ایران با وجود اینکه قطنامه ی پارلمان اروپا را بی ارزش خواندند، نسبت به این اقدام نگران به نظر میرسند سپاه پاسداران فکر می کند که می تواند اتحادیه اروپا را تهدید کند که این سازمان را به فهرست تروریسم اضافه نکند. اتحادیه اروپا باید به سرعت این تصور را برطرف کند. از شما عزیزان دعوت می کنم با مشروع خبرها ما رو همراهی کنید. اما پیش از اون لطفا با لایک کردن این ویدیو به همرسانی بیشتر این اخبار کمک کنید و از تلاش شبانه روزی تیم خبری کیوسک حمایت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم کودتای جدید در یک پادگان نیروی زمینی ارتش با پیوستن یکی از درجهداران به انقلاب شب گذشته خبرهای ضد و نقیزی درباره وقوع کودتا در یکی از تیپهای نیروی زمینی ارتش در اطراف تهران انتشار پیدا کرد منابع محلی نیز روز شنبه از وقوع تیراندازی و درگیری در پادگان نیروی زمینی ارتش واقع در اتوبان کلاهدوز تهران را دادند گفته شده درجه داران ارتش با فرماندهان خود در یک جلسه رسمی درگیری عقیدتی پیدا کردند که با حضور دژبان ارتش کار به درگیری فیزیکی و خشونت کشیده شد ساعتی بعد ویدیویی پخش شد از یکی از درجه داران تکاور ارتش با نام جواد بهداد که در آن اعلام وفاداری به شاهزاده رضا پهلوی کرده و گفته ارتش با ملت است فقط فرماندهان بلند پایه آن عروسک های دست آموز ای شدند منابع خبری گفتند با وجود تلاش مقامات رژیم برای آرام نشان دادن اوزا وضعیت شبیه آتشی زیر خاکستر است به نام خدای رنگین کمان کیان پیرفلک سر سخنم را با مرگ بر خامنه ای خونخار و بچه کش و مزدورانش آغاز می کنم. من سرباز راه آزادی وطن جواد بهداد چون فرماندهی نمی بینم همان فرماندهان بزدل و خائن به وطن که این همه ظلم را دیدند و می بینن و سکوت کردند. وظیفه خود میدانم به خونخواهی تمام شهدای راه آزادی ایران در انقلاب 401 از امروز یکم بهمن ماه سال 1401 در صحت و سلامت کامل جسمی، روحی و روانی با عنوان یک سرباز میهن پرست جان نثار مردم دادیده وطنم باشم. مردم گرانقدر ایران آزاد، کل دنیا به ما فهماندند که دشمن یعنی خامنهای جنایتکار و مزدورانش خاک ایران را اشغال کردند اولین معمولیت ما بیرون راندن این متجاوزان دیکتاتور می باشد. همزمان خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته کارشناسان بر این باورند که با تداوم اعتراضها در ایران شکافهایی در درون حاکمیت دیده می شود. این گزارش در ابتدا می گوید به رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم از جمله کشتار صدها معترض بازداشت های دست جمعی و چهار اعدام اعتراضها در ایران هرچند به اشکال مختلف و پراکنده تر ادامه دارد گزارش به نقل از علی فتالله نژاد استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی بیروت گوید فرایند انقلابی معمولا شامل مراحل از آرامش نسبی و مراحل از تقیان است او در ادامه گفت اگرچه آمار تظاهرات نسبتا کاهش یافته اما ایران در بنبست قرار دارد نه رژیم و نه معترضان قادر به تحمیل خود نیستند فتالله نژاد بر تداوم نارامی های بیشتر با عمیقتر شدن بحران اقتصادی تاکید گذاشت گزارش ضمن اشاره به آغاز اعتراضات در واکنش به کشته شدن محسا امینی نوشته اعتراضها به زودی به چالش گستردهتر برای حکومت اسلامی تبدیل می شود که در میان بخش های بزرگی از مردم به شدت منفور است فتالله نژاد گفت با کاهش قابل توجه ارزش پول ایران می توان شاهد اعتراضات متمرکز بر مشکلات اقتصادی بود که همانند گذشته میتواند به سرعت سیاسی شود سرکوب وحشیانه اعتراض ها حکومت ایران را از غرب حتی دورتر می کند و هرگونه تلاش برای احیای توافق هسته ای را بی نتیجه می گذارد. مقامات ایران همچنین از سازمان ملل به دلیل راه اندازی یک کمیسیون حقیقتیاب در خصوص سرکوب معترضان خشمگین شدند. اما به نظر ناظران ظاهرا اختلافات در میان مقامات بروز کرده و به گفته آنها این در حالی است که تهران به رغم خونریزی ها از تمام توان سرکوب خود استفاده نکرده است. کنترل اوزا از دست رئیسی خارج شده هشدار یک نماینده مجلس بازار ارزهای خارجی در ایران باز هم ملتهب شده و برخی ناظران بین المللی گفتند انتظار می رود دور دیگری از اعتراضات اقتصادی در ایران به وقوع بپیوندد بر اساس گزارش وبسایت بنبست که قیمت روز ارزهای خارجی و سکه در بازار ایران را منتشر می کند هر دلار آمریکا در روز یکشنبه دوم بهمن برای مدتی از مرز 45 هزار تومان عبور کرد و بار دیگر به کانال 44 هزار تومانی بازگشت نوسانات در بازار ارز اکنون شدید و تا لحظه نگارش این گزارش این وبسایت قیمت دلار آمریکا را بیش از 44800 تومان اعلام کرده همچنین خبرگزاری رویترز در گزارشی تاکید کرده که ارزش پول ملی ایران روز شنبه اول بهمن به پایین ترین میزان خود رسیده این خبرگزاری دلیل این افت ارزش ریال ایران را تحریم ها و انزوای فزاینده بین المللی جمهوری اسلامی اعلام کرد قیمت دلار در ماهای اخیر به شدت افزایش یافته بود اما در هفته های گذشته تا حدود حدودی نسبی پیدا کرد با این حال بعد از قطنامه پارلمان اروپا علیه سپاه و همچنین اعلام وضع تحریم های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بار دیگر بازار ارزهای خارجی در ایران ملتهب شد خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه به نقل از علی فتولاه نژاد پژوهشگر یک مؤسسه وابسته به دانشگاه آمریکایی بیروت نوشت به نظر میرسد که جمهوری اسلامی گرفتار یک بنبست شده است او گفت نه رژیم و نه معترضان قادر به تحمیل خود بر دیگری نیستند اما با کاهش قابل توجه ارزش پول ایران از ابتدای سال می توان انتظار تظاهرات متمرکز بر اقتصاد را داشت این تحلیلگر با اشاره به اعتراضات سالهای گذشته در ایران تاکید کرد همانطور که گذشته نشان داده این اعتراضات می تواند سیاسی شود در آبان 98 اعتراضاتی به افزایش شدید و ناگهانی قیمت بنزین در ایران صورت گرفت که فورا به اعتراضات ضد حکومتی در سراسر سر کشور تبدیل شد همچنین این راقفر اقتصاددان وابسته به رژیم دیروز در ویدیویی به نظام هشدار داد او گفت خشونت را به جایی رسانده ایم که آدم های طبقه محروم جامعه را به جان هم انداختیم اگر خدایی نکرده جمهوری اسلامی سقوط کند اسرائیلی ها کاری می کنند که دیگر نشود این کشور را اداره کرد هزینه های سقوط نظام که امروز یه عده ای فکر می کنند که این آخرین پیچ نظام هست به غلط اینگونه فکر می و به همین دلیل هم خیلی ها اتقاع کردن به قدرت های خارجی و فکر می کنن که با توسل به قدرت های خارجی بایستی که این نظام رو به سر عقل آورد یا اینکه به تعبیری خاتمه بخشید منتها نظام مقتدرتر از آن است که به این سادگی حسب بشه لکن اتفاقی که خواهد افتاد همون برنامه است که اسرائیل و امریکا برای ما و مسئولین ما تدارک دیدند و اون خشونت اعمال خشونت در جامعه است اینا تمام روزها رو در ماهای پیش رو همه برنامه ریزی کردند علیه نظام برای اینکه نشان بدن که نظام اقلانیت خودش رو در برخورد با ملت و مردم خودش از کف داده بنگریم به روزی که خدایی نکرده بگن این آخوند بوده همینجا بایستی که مردم اعدامش کنن این بسیجی بوده بسیجی که میبینید با این بچه ای که دو نفری که آخر اعدام کردن از پسری که خودش هم معلوم از طبقه خیلی پایین جامعه بوده ازش میپرسه که تو چه کردی میگه که هفتش ده نفر ریخته بودن سر این بسیجی با یکی با چاقو میزد یکی گفت تو چه کردی گفت من یه سنگ دستم بود با این مرتب تو سر این بچه میزدم که افتاده و خصومت و خشونت رو به جایی رسونده ایم که آدم های یک طبقه و طبقه محروم جامعه علیه هم به چنین جنایت هایی دست میزنند اما اگر خدایی نکرده نظام سقوط کنه هر و مرجی که حاصل خواهد شد که توسط همین عناصر خارجی و اسرائیل در کشور اعمال خواهد شد هیچ کس قادر به اداره جامعه بعدش نخواهد شد پیش بینی وقوع اعتراضات به دلیل نارضایتی های اقتصادی در ایران در حالی است که خود مقام های جمهوری اسلامی نیز پیش بینی از بهبود وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک ندارند محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفته است با تداوم وضع موجود کاهش نرخ فقر دور از انتظار است مردم با این وضعیت دوباره به خیابان می آیند در آن صورت کار ما تمام است او همچنین نرخ تورم در ایران را در سال آینده خورشیدی همچنان بالای درصد ارزیابی کرده این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی همچنان وعده گشایش اقتصادی میدهد ابراهیم رئیسی که روز یک شنبه برای دفاع از لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی رفت در سخنرانی خود بار دیگر وعده داد و گفت که انشاالله و با مدد الهی و با اتکا به شاخصهای اقتصادی در حال رشد بازار ارز و طلا نیز حتما کاهشی خواهد شد او گزارش ها از بحران اقتصادی ایران را القاعات دشمنان و تردید آفرینی برخی آریانات خواند و مدعی شد آینده بسیار روشن است.